با نام یاد خدا با عرض سلام و درود خدمت همه شما مخاطبین عزیز لطفی هستم با آموزش شناخت و تحلیل مواد هایپرلاستیک تمرکزمون روی مواد آیزوتروپیک یا ایزوتروپیک هستش به علاوه مدل سازی اونها در نرمافزار مطلب درس مهم و مبحثی مهم برای بچه های کارشناسی ارشد رشته مهندسی مکانیک و تا حدودی عمران و حتی دکترای رشته مهندسی مکانیک به ویژه اگر تز شما در زمینه مدل سازی مواد و یا مواد هوشمند هستش خب سرفصل مطالب در فصل اول در مورد مقدمه و مروری بر محیط پیوسته صحبت میکنیم محیط پیوسته رو شما حتما میدونید درس و بحث بسیار مهمیه در رشته مکانیک عمران که ما اینجا یک مرور فقط میکنیم روابطی که نیاز داریم مفاهیمی که نیاز داریم مفاهیم خیلی مهمتره در مورد تاریخچه این مواد صحبت میکنیم یکم مقدمات اولیه رو تو این فصل توضیح میدیم در مورد رو شرح میدیم فصل دوم در مورد تغییر شکل همه چیز از تغییر شکل شروع میشه اصلا بشر تغییر شکل رو دید که اومد مدل سازی مواد رو شروع کرد این که مواد و یا کلا اجسام در برابر انواع و اقسام بارها چه واکنش و چه پاسخی نشون میدن فقط به مباحثی که میدونین احتمالا از محیط پیوسته مثل کرنش ختم نمیشه این فصل راجع به چند تا پاسخ دیگه از مواد هم صحبت میکنیم و یکم با هم تر و جزئیات بیشتری در این فصل گپ میزنیم اما فصل سوم در مورد معرفی مواد هایپرلاستیک به چه موادی میگیم هایپرلاستیک چه فرقی با مواد الاستیک معمولی دارن مادر ساختاری چیه و مادره ساختاری به چه شکلی نوشته میشه حالا فصل چهارم در مورد مدل ها یا معادلات ساختاری برای تحلیل مواد هایپرلاستیک صحبت می و فصل پنجم هم که مقدمه بر استفاده از روش المان محدود یا فاینت المنت متد برای مدل سازی مواد هایپرلاستیک می‌گیم که روش المان محدود غیر خطیه یعنی با اون چیزی که شما در دوره کارشناسی خوندید فرق میکنه حالت پیشرفته ترشه و اینجا یک مقدمه ای در موردش یک کوچولو با هم گپ و گفت میزنیم پیشنهادم اینه که درس های مهمی از دوره کارشناسی مثل مقاومت مساله محاسبات عددی و اجزای محدود یا علمان محدود مقدماتی در دوره کارشناسی رو به خوبی فرا گرفته باشین تا در ادامه آموزش به مشکلی نخوریم بریم آموزش رو شروع کنیم از فصل یکم درس اول خب اول میخوایم در این مورد صحبت کنیم که اصلا دنبال چی هستیم این بحث دنبال چی هستیم خیلی خیلی بحث مهمیه ما اول باید بدونیم که در چه حوزه‌ای میخوایم کار کنیم راجع به چی میخوایم صحبت کنیم که بعد بتونیم به جزئیات بهش وارد بشیم یه ذره برمیگردیم به تاریخ قرن 15 میلادی رو میخوایم راجع بهش صحبت بکنیم که دوره شکوفایی اروپا بود و در حقیقت دیگه بعد از جنگ‌های صلیبی حمله مغول و و, و دوران شکوفایی اروپا آغاز شد اختراع ماشین چاپ کشف قاره آمریکا که خب به سببش حمل و نقل در سطح جهان یه گسترشی پیدا کرد راه های دریای حمل و نقل مربوط به اون و کلا دوره شکوفایی اروپا بود یک فردی روی کار اومد که حتما خودتون میدونید اسمش معروف شد به نام لئوناردو داوینچی که یک جمله ای داره من اول انگلیسی شو میخونم میگه مکانیکس is a paradise of mathematical science because here we come to the fruits of یعنی مکانیک حتما میدونید خودتون بهشت علم ریاضیات و ما میوه علم ریاضیات رو در این مبحث یعنی در مکانیک خواهیم آموخت واقعا جمله مهمیه مکانیک ریاضیات محض نیست اون بخشی از ریاضیات که کاربردیه در مکانیک استفاده میشه و خیلی هم مهمه و ما به کمک اون ریاضیاته که معادلات مکانیکی رو میایم و مینویسیم و فرمول بندی میکنیم خب یکم جلوتر میریم در قرن 19 میلادی تولد رسمی مکانیک محیط پیوسته بود بحثی که الان میخوایم در موردش یک صحبت مقدماتی و مروری داشته باشیم اگر یک درس بسیار بسیار مهمی هست حتما شما از آن هم میدونید و در حقیقت به طور خلاصه بخوایم بگیم محیط پیوسته زبان ریاضی مهندسی مکانیک هست خب ما به محیطی میگیم محیط پیوسته که فاقد هرگونه حفره، سوراخ یا برش های عمیقی باشه یک محیط پیوسته باشه خب از لحاظ ریاضی بخوایم بگیم محیط پیوسته یعنی چی میشه تناظر یک به یک ذرات مادی و نقاط هندسی حجمی که فضا رو اشغال کرده از لحاظ فیزیکی هم که همون تعریفیه که چند لحظه پیش گفتم در یک حجم کوچک دلخواه ما به اندازه کافی ذره برای مطالعه داشته باشیم یعنی چی یعنی خفری نباشه سوراخی نباشه و پیوسته باشه هر چقدر ما اون رو کوچک و کوچک و کوچک تر بکنیم باز هم ذره برای مطالعه داشته باشیم مثال خیلی معروفش رو میشه تودن زد تودن به هیچ عنوان یک محیط پیوسته نیست چون پر سوراخ تخلخل هست خب اما سال اصلی اینجاست باز دنبال چی هستیم ما چه کار میخوایم بکنیم در این درس ما میخوایم مواد هایپرلاستیک رو در حالت آیزوتروپیک معرفی بکنیم حالا آیزوتروپیک چیه آیزوتروپیک ها موادی هستند که خواستشون به جهت وابسته نیست یعنی ما در تمام جهات خواست مشابهی رو داریم خب حالا که فهمیدیم دنبال چی هستیم میخوایم در مورد یکی از مهمترین مسائلی که در محیط پیوسته هم دیدیم صحبت کنیم و اون چیه؟ اون بحث انتقال تانسور هاست که انگلیسی ها بهش میگن مپینگ یا تنسور مپینگ اگه این واجه رو در یک کتابی دیدیم مپینگ یا مپ کردن یعنی انتقال دادن بسیار پیش میاد که ما بخوایم که مختصاتی رو یا در دستگاهی رو که توش یک تانسوری داریم انتقال بدیم به یک دستگاه دیگه یه مثال میخوام بزنم مثال کاربردی خیلی نمیخوام پرت کنم فضا رو به یه دیگه مثال کاربردی مثلا شما فرض کنید که میخواین یک مسئله المان محدود حل بکنید ساختاری که دارید به صورت یک ساختار مشبک و لونه زنبوریه صورت یک شیش زلیه که خب این رو مش زدید حالا همچین ساختاریه شما مش زدید این رو باز هم تکرار میکنم خواهش میکنم المان محدود یا اجزای محدود مقدماتی رو مرور بفرمایید مرور بفرمایید که با مفهوم المان گره یا نود مش تانسور یا ماتریس سفتی که به اشتباه بعضی میگن سختی ولی سختی سفتی در حالت لوکال و گلوبال آشنا بشین همون تحلیل استراتیکی و حالا شپ استاتیک کوازی استاتیک کافی نیاز نیست داینامیک بشید ولی حتما دوره بکنید همون درسی که همه شما از آن در دوره کارشناسی قطعا داشتیم. خب ما میدونیم که مثلا همچین ساختاری رو ما داشته باشیم میتونیم مش بزنیم و هر کدوم از اینها رو به صورت یک المان تیر در نظر بگیریم بیم المنت هر کدوم اینا میشه به صورت یک المان تیر باشه و خب هر کدوم از اینها یک سفتی داره دیگه که بعدا اینا جمع میشن اسمبل میشن یک سفتی داره پر واضحه که مختصاتی که شما این المان رو توش میان فرمول بندی میکنین با این المان فرق میکنه پس من مپینگ یا انتقال تانسور ها یا ماتریس ها رو بلد باشید که اینا رو همه رو ببرین توی فضایی که میخواین و واجبه این یکی از اصلی ترین کاربورت های انتقال تانسور ها در مبحثی که الان میخوایم بگیم در المان محدود ده وقتی از شما یک دونه تیر ساده دارید اصلا یک تیر ساده است بله اینجا خیلی کاربردی نداره انتقال تانسا چون همه روی یک مختصات ولی به محض اینکه اندسه شما کوچولو پیچیده بشه یک کوچولو تغییر بکنه زاویه بگیره و تیر معمولی خارج بشه شما نیاز به این انتقال را دارید چیز پیچیده نیست بسیار ساده است بریم ما هم یک مرور بکنیم خودتونم بلدی ارتباط دوتا دستگاه رو ما با یک تانسور متعامدی مثل کیو برقرار میکنیم که به این شکل هستش این تانسور کیو درای هاش به صورت کوسینوس به قول معروف دستگاه قدیم در دستگاه جدید زاویه‌ای که اینا با هم دیگه میسازن تانسور متعامده و در حالت دو بودی همین معادله ای میشه که قطعا قبل تر از این هم همتون دیدید کوسینوس تتا منهای سینوس تتا سینوس تتا و کوسینوس تتا فضای دو بودیه و این تتا همین زاویه دورانی هستش که داریم ادامه بدیم بحث رو با قوانین تبدیل به صورت جمعنی شده ما اینجا داریم اگه بردار داشته باشیم به این شکل ما میتونیم بردار قدیم رو محاسبه بکنیم که کیو رو در بردار جدید ضرب بکنیم یا اگر بخوایم بردار جدید رو محاسبه بکنیم چیزی که بیشتر باهاش سر کار داریم یعنی با این بخش خیلی بیشتر سر کار داریم که میشه بردار قدیم زب در ترانه یا ترانسپوز اون ماتریس یا تنسور متعامدی که داریم برای تنسورها ها هم اگر بخوایم محاسبه بکنیم اگر تانسور قدیم رو بخوایم محاسبه بکنیم خب میشه کیو در تنسور جدید در کیو ترانهاده و اگه بخوایم تنسور جدید رو محاسبه بکنیم که بحث ما بیشتر در این زمینه هست ما تانسور جدید میخوایم محاسبه بکنیم میشه کیو ترانهاده در تنسور قدیم و در خود تنسور کیو خب رسیدیم به بحث قید و اعمال اون به روش هایی مثل لاگرانج و روش پنالتی که تو فارسی روش جریمه من دیدم بعضی جاها ترجمه شد ولی حالا اون پنالتی فکر میکنم که بهتر بزن جریمه خیلی بار مثبتی هم نداره خب اول ببینیم قید چیه ببینیم یه می نگاهی به گذشته بندازیم به اطلاعاتی که قبلا داشتیم مرور بکنیم ببینیم تو قبل ما چیزی در مورد قید دیدیم یا این جدیده خب اگر خاطرتون باشیم میخوایم بریم سراغ مقاومت مساله یک خیلی قدیم اون اوایل دوره کارشناسی ما قیود هندسی رو داشتیم کجا داشتیم این قیود هندسی رو وقتی میخواستیم مسائل های استاتیک نامعین رو حل بکنیم مسائل استاتیک نامعین رو ما میخواستیم حل بکنیم تو مقاومت مساله یک میومدیم از قیود هندسی استفاده میکردیم یه معادلات سازگاری می گفتیم مثلا اینجاش دیوار داره پس جابجایی صفر تغییر طول صفر اینجا دما داره اضافه میشه پس این تغییر طول بعد به با اون برابر باشه از این رو میکنیم تا یه معادله به دست بیاریم و مثلا اون رو حل بکنیم دیگه معینش بکنیم از قیود هندسی استفاده میکنیم این پس یه نگاهی به حالا باز دوباره دنبال چی هستیم الان میخوایم چی کار بکنیم ما میخوایم که یه ذره حرفه‌ای‌تر یک تابه ای رو بیایم محدود بکنیم محدود یعنی مینیمم یا ماکسیموم بکنیم به کمک یک قیدی که داریم یعنی چی من یه بهترش رو بگم فارسی رو بگم یعنی ما یک تابه داریم مثلا شما فرض کنیم تابه انرژی یک جامد اینو خیلی ما استفاده میکنیم یک تابه داریم تابه انرژی هر تابه هر چیزی ما میخوایم اینو مینیمم و ماکسیموم بکنیم خب در حالت اصلی بخوایم مینیمم کاری نداره که تو دبیرستانم خوندی ولی جای سخت میشه که ما یک قید یک ترمز یک مانع من سعی میکنم خیلی بخوام مفهومی بگم یک مانعی داشته باشیم مثل جی یعنی بگی شما این اف و ماکسیموم مینیموم بکن ولی جی هم ما توش رایت بشه مثلا چی مثلا یک تابع دیگه هست تحت شرایط ماکسیموم یا مینیموم کردن F این تابع مقدارش مثلا همیشه باید باشه دو باشه یک اینو خیلی داریم ما جلوتر میبینید جلوتر در مورد مواد هایپرلاسی که بخوایم بحث بکنیم میبینید ما یک حالتی داریم که یک پارامتری تو این مواد هایپرلاسی باید همیشه یک باشه مقدارش باید یک باشه و ما معادلات رو که میخوایم بنویسیم در کلیترین حالت ببینید بچا این جور مسائل کلا زمانیه که میخوایم دیگه خیلی کلی نه به معنای سرسری یعنی اینکه بخواد جامع باشه همه چی رو در بر بگیره خیلی دقیق باشه مطرح میشه حالا جلوتر باز میبینی ولی مثلا اون پارامتر همیشه باید یک باشه خب این یه قید دیگه یعنی شما هر کاری میخوای بکنی با اینه بکن ولی این جی همیشه مثلا باید یک باشه باید دو باشه باید صفر باشه این می قید خیلی توی مکانیک این کاربرد داره گفتم یک سری کاربردش همین الان بعد توی المان محدودهای غیر خطی مثل تماس و اینجور چیزا باز دوباره کاربرد داره کلا دونستنش خیلی خوبه این بدونید که بحث قید چی هست دو تا روش هم داریم برای اعمالش به صورت عددی یا روش های دیگه هم هست ولی این دو خب خیلی استفاده میشه روش لاگرانج و روش پنالتی گفتم به روش جریمه هم میگن خب یک یادآوری میکنیم از الاستیسیته که انرژی پتانسیل لعالت تعادل و پایداری مینیمومه این یک یادآوری بود از الاستیسیته که میدونین از این خیلی ما استفاده میکنیم این بودن انرژی پتانسیال رو بعد میایم به چه سری شرط ها اضافه میکنیم خب این شرط ها با روش های لاگرانج و یا پنالتی اعمال میشه خب بریم مثلا راق توضیح روش های لاگرانج و پنالتی یه نکته هم اینجا بگم بعد حالا توضیح بدم میبینی روش لاگرانج اعمالش به صورت عددی راحت تره یعنی وقتی میخواین کد بنویسین راحت تر میتونید براش کد بنویسین تا روش پنالتی برای همین خصوصا جدیدن از روش لاگرانج بیشتر استفاده میکنن تا روش پنالتی خب من یه توضیح بخوام بدم ببینین ما میایم این تابع جی رو اولا گفتیم دیگه این تابع اف تابع هدفمون هست و این تابع جی هم قیدمونه درسته این تابع هدف رو همونیه که ما میخوایم که محدودش بکنیم دیگه جی هم قید ما میایم یک تابع کلی میسازیم به نام تابع لاگرانج که تابع هدف به علاوه تابع قیدمون میشه که در یک زریبی به اسم ذریب لاگرانج ضرب شده این لاندا رو بهش میگیم ذریب لاگرانج یک تابه این شکلی میسازیم نکته بگم تو بعضی از مراجع اومدم به جای جم اینا رو ضرب کردن فرقی نمیکنه خب جمع راحت تره با همین جم هم میتونید برید هیچ مشکلی ایجاد نمیکنه کلی مقاله و راحل حل هست که با همین جمع رفته و کاملا هم درست پس چی شد ما میایم یک تابع میسازیم که تابع هدفمون به علاوه تابع قیدمون ضرب در یک ضریبی شده خب این تابع قید رو هم ما به این شکل می نویسیم یعنی به این شکل بازنویسیش میکنیم دیگه g x و y مساوی با صفر اگه مثلا بودش که یک تابع مثل h مساوی با مثلا یک عددی خب این عدد رو میاریم این دیگه میگیم که h X و Y دیگه میدونید دیگه منهای پنج با صرف اینو کلا میگیریم جی X و y. من فعلا دارم بر حسب X و ایگرگ میگم کاملا دل به میتونه بر حسب زدم بشه فقط یه معادله اضافه میشه حالا مسئله چجوری حل میشه ما میگم این شرایط رو اعمال میکنیم که روند FL این تاب کلیه به روند X باید بشود صفر روند FL به روند y باید بشود صفر و روند FL به روند لاندا این زریبه هم باید بشود صفر اگر مسئله بر حسب زد بود یعنی ما داشتیم که اف ایکس و و زد یه دونه روند FL به روند زد مساوی با صفر هم باید حل میکردیم ولی حالا ما دو بودی داریم میگی میشه چی؟ میشه سه معادله سه مجهول که این سه معادل سه مچهول رو اگر حل بفرمایی شما پارامترهای مختلفتون از x و y و لاندا به دست میاد و میتونید که مسئلتون رو محدود بکنید ببینید اعمالش واقعا راحتر حالا میبینید توی روش المان محدود نام فصل آخر یک توضیح میدن فصل آخر یک مونده آخر که ببینید که به چه شکلی اگرم می‌خواد بیشتر مطالعه بکنید میتونید کتاب An Introduction to Non-Linear نوشته ردی رو مطالعه بکنید کتاب بسیار معروفی یعنی اصلا تو گوگل هم سرچ بکنید المان محدود غیر خطی ردی هم فارسی هم بزنید براتون میاره خیلی کتاب معروفیه و این روش رو توضیح داده حالا ما این مثال هم براتون حل میکنه اما نکته خیلی مهم اینجاست اگر میخواید مسئله رو به صورت المان محدود حل بکنید این لاندا درجه آزادی المانی هست نگیره گفتم المان محدود رو یک دوره بفرمایین حالا الانم بخوام خیلی خلاصه بهتون توضیح بدم ما برای هر گره یه سری درجه آزادی داریم مثلا فرض بکنید که داریم مسئله تیر حل میکنیم یک المان تیر یا بیم المنت داریم های اردر هم نیست همین معمولی این درجه اضافی این وسطش هم نداره همین معمولی خب در حالت دو بودی ما میدونیم در ساده ترین حالت هر کدوم از این گره ها دو تا درجه آزادی دارن دیگه یکی دبلیو یکی تتا خیلی خیلی ساده دبلیو تتا حالا این مثلا برای گره دومی برای گره اولین گره اولین گره, اول. گره دوم این مسئله علمان محدوده مثلا رو حل میکنیم سفتی رو مینویسیم و مینویسیم اگر قیدی داشتیم کل این علمان یک درجهی به اسم لاندا داره یعنی خود علمان هم یک درجه بهش اضافه میشه که نیاز به شرایط مرزی نیاز به هیچی نداره یه درجه بهش اضافه شده یعنی چی؟ یعنی تعداد کل درجات آزادی شما میشه دو زب در دو که این دو به خاطر این دبلیو و تتا این دو هم به خاطر اینکه در هر المان شما دوتا گره دارید دیگه ان نود به علاوه یک زب در ای که ای میشه تعداد المانتون دیگه چون هر المان شما هم یک درجه آزادی داره که این لانداه این روش لاگران بود برای اعمال قید اما بریم به سراغ روش پنالتی روش پنالتی هم خیلی شبیه روش لاگرانجه منتها یک ذره شاید محاسباتش طولانی تر باشه به چه شکلی این روش؟ این روش میاد ما یک پارامتر داریم به نام بتا و حل ما به این شکله که ما هی باید بیم سعی خطا بکنیم سعی خطا بکنیم که ببینیم در چه حالتی جواب ها همگرا میشن حالا منظور از همگرایی چی الان خدمتتون توضیح میدم اینم بگم که تو خیلی از کتاب ها و مراجع اینجا ضرب به کار رفته که خب فرقی نمی کنه معمولا جمع و استفاده میکنیم هیچ مسئله نداره ضرب رو معمولا دیگه برای مسائلی که خیلی حساسه مثل تماس های خیلی پیچیده میان استفاده میکنن مثلا دو تا لینک یا دو تا عضو خیلی به شکل عجیب غریبی با هم دیگه تماس پیدا میکنن خیلی برای مسائل پیچیده‌تر و دیگه شما خیلی میخواین دقت این بالا این روش پنالتی رو هم تو همون کتابی که معرفی کردم ان اینتروداکشن تو نان لینیئر فاینت از اثر ردی میتونید پیدا کنید گفتم به فارسی هم توی گوگل بزنید براتون میاره خب fx ایکس یک تابع هدف ما جی هم قیدمونه بتا پارامتر پنالتیه پارامتر پنالتی در خیلی هم مراجع بتا رو برابر با گاما دوم میگیرن هم یه همچین حالا ما هم الان با همین حل میکنیم خب برای حل پنالتی داریم چی خیلی شبیه روش لاگرانج روند اف پی به روند ایکس به شرطی که این مرسه ایکس و ایگرگ باشه اگه برزه زد بود یه معادله دیگه به همین شکل اصافه میشه همونطور که روش لاگرانج بهتون گفت روند اف پی به روند ایکس مساوی با صفر و روند اف پی به روند ایگرگ مساوی با صفر همان روش لاگرانج منتها یک معادله کم شده از ما دیگه بر حسب لاندا نمیخواد ما مشتق بگیریم حالا چه اتفاق میفته پر واضحه که ما وقتی این دوتا معادله رو اجرا میکنیم و ایترویگر رو به دست میاریم ایترویگر که این معادله به دست میاد هر دو تابع این پارامتر پنالتی است یعنی تابعه گاما هست. ما پارامتر پنالتی رو برابر بر بر گاما دوم دو گرفتیم دیگه هر دو اینا تابع گاما هست. خب حالا میایم یک معادله جدید تشکیل میدیم لاندا مساوی با گاما در قیدمون و اینجا اصل داستان شروع میشه اگر به صورت عددی بخوایم مسئله رو حل بکنیم اینجا من بنویسم اگر به صورت عددی بخوایم حل بکنیم سعی و خطا یا به قول انگلیسی یا try and error in increments یعنی هی میاین و در هر جزئی سعی و خطا میکنی یا اصلاً ایتراتیو یک روش ایتریتیو یعنی تکراریه سعی و رو می انجام نیه عدد میذارین عدد میذارین عدد میذارین می تا مسئلهتون همگرا بشه تا بین ایکس و که تو هر مرحله به دست میارید اختلافی وجود نداشته باشه اگرم به صورت تئوری یعنی همین مثل ما میخواین با قلم و کاغذ حل بکنید خب کافی یه دونه حد بگیرید دیگه یه دونه حد به سمت بی نهایت. بگیرید و ایکس و رو به دست بیارید خب برای جا افتادن بحث اینکه بحث جا بیفته و ما از این دوتا روش بتونیم استفاده بکنیم و یاد بگیریم که چجوری باید استفاده بکنیم یک مثال عددی میخوایم حل بکنیم مثال حل بکنیم توی مثال دوباره توضیح میدیم که شرایط به چه شکلی و مسئله رو شر میدیم خب مثال چی گفته میگه که تابع اف رو با قید جی مینیموم بکنیم ببینید همون بحثی که گفتم مینیموم کردن خالی رو که ما بلدیم مثلا مال دبیرستانه مشتق میگیریم صفر میذاریم تموم شد و رفت یا مکسیموم کردن و مشتق میگیریم صفر میذاریم تموم شد و رفت یا رسم میکنیم میبینیم کجا مینیموم ماکسیموم رو تموم شد و رفت مسئله اصلی ما زمانی که یه قید میاد یعنی میگه همینطوری علکی نمیتونی رو مکسیموم مینیموم بکنی دو ایکس شما همواره باید درآور با منفی سه ایگرگ باشه یا ایکس شما باشه منفی سه دوم ایگرگ نمیتونی چیز دیگه ای بذاری نمیتونی برای خودت هر علی دلت میخواد بذاری با این قید باید مسئلت رو محدود بکنی یعنی این قید همواره باید در مسئله شما رایت خب میخوام مسئله رو با دست حل بکنیم ایده حل علم و هم به همین شکل گفتم تو زیاد بیشتر رو هم توی کتابی که معرفی کردم میتونی ببینید خب همطور که گفتم این فرم الان فرم صحیحی نیست اول ما باید مسئله رو به فرم صحیح بنویسیم فرم صحیح چه فرمیه؟ فرم صحیح فرمیه که f x و ایگرگش مساوی با صفر باشه و g x و یگرگ هم مساوی با صفر باشه این فرم ها ما بهش میگیم فرم صحیح مسئله یعنی چی؟ یعنی این پنج رو بیاریم این این سه یگرگ هم بیاریم این برد. فرم صحیح میشه چی؟ میشه f x و یگرگ مساویش با چهار تا x دو منهای سه تا یگرگ دو به علاوه دو تا x y به علاوه 6 x منهای 3 y منهای 5 مساوی با 0 و, و g x و y قیدمون مساوی با چی میشه مساوی میشه با 2x به علاوه 3 y مساوی با 0 این فرم صحیح هستش که ما باید رعایتش بکنیم حالا میخوایم بریم حل بکنیم روش اول روش لاگرانج اول به روش لاگرانج میخوایم مسئلهمون رو حل بکنیم در روش لاگرانج باید چه کار بکنیم بعد اف ال رو تشکیل بدیم اف ال چی بود اف ایکس و ایگرگمون به علاوه لاندا در جی ایکس و ایگرگمون بود دیگه به این شکل تشکیل پیدا میکرد که چه جوری میشد میشد این افی که اینجا داریم به علاوه لاندا در این جی که اینجا داریم من کاملش رو بنویسم میشه 4x2 منهای 3 تا y دو به علاوه دو تا x y به علاوه شیش x منهای c منهای پنج به علاوه لاندا دو x به علاوه c خب حالا باید چه کار میکنیم باید اون سه تا معادله ای که داشتیم رو بنویسیم سه تا معادلهمون چیا بودن سه تا معادلهمون رند اف ال بر رند x مساوی با مشتق بگیریم بر حسب x کاملا مشخصه 4 تا x میشه 8 x منهای 3 تا y که مشتق نداره 2 تا x و y میشه 2 تا y و 6 تا x هم که به ما یه دونه عدد 6 رو میده منهای 3 و منهای 5 که برس به x مشتق نداره 3 تا لاندا y هم نداره ولی 2 تا لاندا x به ما یه 2 تا لاندا رو میده مصاحی با صفر این اولی معادله معادله دومی هم که داریم رونده F به روند ایگرگ متراهی با صفر رو باید بشه که باز دوباره اگر از خود تابع اصلی مشتق بگیرید میشه منهای شیش تا ایگرگ به علاوه دو تا ایکس منهای سه به علاوه سه تا لاندا متراهی با صفر رند F ال به روند لاندار رو هم اگر بخوایم حساب بکنیم میشه چی؟ که اینم باید در سفر صفر بذاریم دیگه میشه دوتا ایکس x به علاوه سه تا y مساوی با صفر سه تا معادله دارم سه تا مجهول روند فعل به روند x مساوی با صفر روند فعل به روند y مساوی با صفر و روند فعل به روند لاندا مساوی با صفر سه تا معادله سه تا مجهولمو که حل بکنم x مساوی میشه با منفی سه y مساوی میشه با دو و لاندا هم مساوی میشه با هفت به همین راحتی مسئله من حل شد خب اما بریم به حل با روش پنالتی روش پنالتی چی میگفت؟ میگفت اف پنالتی یا گفتم بهش اف جریمه هم میگن دیگه اف پنالتی میشه اف ایکس و ایگرگ به علاوه یک بتا که گفتم بتا رو میتونیم گاما دوم دو بگیریم طبقه کتاب و رفرنس در جی ایکس و ایگرگ به توان دو خب با توجه به اف و جی که داریم اگر این تابر رو تشکیل بدیم به چی میرسیم؟ میرسیم به چهار تا ایکس دو منهای سه تا ایگرگ دو به علاوه دو تا ایکس ایگرگ به علاوه شیش ایکس منهای سه ایگرگ به علاوه پنج به علاوه گاما دوم در دو ایکس به علاوه سه ایگرگ به توان دو خب در روش پنالتی باید چی کام کردیم دو تا معادله داشتیم دیگه سه تا معادله نداشتیم دو تا معادله همون به چه شکلی بود؟ روند اف پنالتی به روند ایکس که میشد چی؟ میشد هشت x به علاوه سه ایگرگ به علاوه دو ایگرگ اون دو تا ایکس ایگرگ به علاوه شیش به علاوه دو تا گاما در دو ایکس به علاوه سه ایگرگ که قید بود این باید در بر بشه و روند اف پی به روند ایگرگ که میشه منهای شیش ایگرگ به علاوه دو ایکس منهای سه به علاوه نسبت به ایکس دارم مشتق میگیرم دیگه به علاوه سه تا گاما در دو ایکس به علاوه سه ایگرگ مساوی با صفر خب اگر این دوتا رو حل بکنیم به چی میرسیم به x و ایگرگی که بر حسب گاما نوشته شده ایکس گاما مساوی میشه با پانزده منهای سی و شیش گاما تقسیم بر منهای بیست و شیش به علاوه دوازده گاما و ایگرگ گاما مساوی میشه با چی؟ مساوی میشه با هیجده به علاوه بیست و تا گاما منهای بیست و شیش به علاوه دوازده تا گاما خب حالا باید بیایم پارامتر لاندا رو ما تشکیل بدیم لاندا میشد چی میشد گاما در جی ایکس و ایگرگ که میشه چی؟ میشه گاما در من جیم چی بود؟ دو ایکس و علاوه سه ایگرگ حالا به جای ایکس باید بزنم ایکس گاما به جای ایگرگ هم باید بزنم ایگرگ گاما من دیگه برای اینکه اینجا شلوغ نشه همون ایکس گاما و ایگرگ گاما رو میذارم یعنی دوتا ایکس گاما ولی به جای گاما باید این رو بذاری به علاوه یه سه تا ایگرگ گاما که به جای ایگرگ گاما هم باید این رو بذاری اگر ساده سازی بکنید چون دیگه میشه همه رو به گاما ساده کرد میرسید به چه عبارتی؟ میرسید به هشتاد و چهار گاما تقسیم بر دوازده گامای منهای بیست و شیش به یه همچین عبارتی میرسید خب حالا دیگه بستگی داره اگر میخواید عددی مسئله رو حل بکنید که باید انقدر جای این گاما مقدار بذارید و هی سعی و خطا برید جلو تا مقداری که به دست میارید برای هر گاما با گامای قبلی تفاوتش اندک بشه یا اگر هم میخواید به صورت تئوری حل بکنیم مثل کاری که ما داریم میکنیم کافی از ایکس گاما ایگرگ گاما و لاندای گامایی که به دست آوردید به سمت بینهایت یا حد بگیرید خب مشخص حالا از x گام ما حد بگیریم به سمت بینهایت میشه چی میشه منفی 36 به منفی 26 که جواب میشه منفی 3 همون جوابی که توی روش لاگرانج هم به دست آوریم میگه کافیه یه دونه حد به سمت حالا بینهایت رو بگیریم که اگه بگیریم xمون میشه منفی 3 yمون میشه 2 مشخصه دیگه میشه 24 به 12 و لاندامون میشه 84 به 12 که میشه 7 اینم از این خب این فصل اول به اتمام رسید یک سری مقدمات رو با هم مرور کردیم حالا میخوایم بریم به سراغ یک مبحث بسیار مهم در فصل بعدی یعنی تغییر شکل خب بریم به سراغ فصل دوم همه چیز از تغییر شکل شروع میشود همینه بچه ها همه چی از تغییر شکل شروع میشه یعنی اصلا تا تغییر شکل نباشه ما هیچ کاری نمیتونیم هیچ مطالعه نمیتونیم بکنیم همه چی از تغییر شکله و شروع تغییر شکل با توصیف حرکت انجام میشه یعنی اول ما باید حرکت رو بشناسیم برای شناخت حرکت که خیلی داریم میریم تو دل مبحث اینا رو البته تو محیط پیوستم گفتیم و گفته شده خب برای توصیف حرکت میخوام بریم تو دل بحث دیگه برای توصیف حرکت ما دو تا دیدگاه داریم دیدگاه لاگرانج دیدگاه اولر می ببینیم دو تا دیدگاه چی میگن دو تا دیدگاه مهمی هن که ما به کمک اونا میتونیم حرکت رو توصیف بکنیم توصیف حرکت به دو دیدگاه اولر و لاگرانجی خب در دیدگاه اولر موقعیت ذره نسبت به مکان جاری سنجیده میشه یعنی در دیدگاه اولری مکانه که خیلی مهمه اما در دیدگاه لاگرانجی موقعیت ذره نسبت به مبدع سنجیده میشه ذره است که خیلی, خیلی 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 اهمیت داره دیدگاه لاگرانجی در مکانیک جامدات خیلی کاربردش بیشتر از دیدگاه اولریه بیشتر میگن که دیدگاه لاگرانجی اصلا برای مکانیک جامداته و دیدگاه اولری برای مکانیک سیالات البته در مکانیک که جامدات ما دیدگاه اولری استفاده میکنیم ولی خب کمتر بیشتر دیدگاهی که داریم دیدگاه لاگرانجیه حالا میبینیم جلوتا اتفاقا کرنش های داریم که بر اساس دیدگاه اولری سنجیده میشن ولی بیشتر کار عمده کار بر اساس دیدگاه لاگرانجیه اما یه بیشتر میخوام راجع به اینا توضیح بدیم خب ببینیم دیدگاه لاگرانجی در حقیقت در یک مسیری با مون حرکت میکنیم ببینید در دیدگاه لاگرانج ما حرکت با ذره رو داریم یعنی اینجا مونه ما باش حرکت میکنیم و موقعیتش رو نسبت به لحظه قبلش و زمان اول میسنجیم مثل چی مثل مثلا افتادن سیب از درخت هر لحظه که میافته موقعیتش یه دلتای حالا مثلا بگیرید که سیب این سیبه داره از اینجا میفته پایین و اینجا مختصات ایگرگ مونه در هر لحظه اگه عکس بگیریم در هر لحظه یه مقدار این ایگرگش اضافه شده و یه مقدار هم زمان رفته جلو زمان نسبت به کی رفته جلو نسبت به زمانی که افتاده طبیعی دیگه ما وقتی سیب میفته مثلا میگیم تو ثانیه دوم مثلا سیب انقدر اومد پایین از ثانیه دومی که سیب افتاده زمین یعنی از تی یعنی از مبدع ما وقتی میگیم ثانی دوم یعنی این دیگه یا مثلا میگیم که سی سانت اومده پایین سی سانت از کجا اومده پایین از جایی که سیب رو انداختیم پایین این دو سانتی متر سه سانتی متر پنج سانتی متر یه متر دو متر ده متر چهل متر اومده پایین متوجه این؟ پس ما در حقیقت انگار با ذره داریم یک مسافتی رو طی میکنیم ببین با ذره و هر لحظه موقعیت و زمانش رو میسنجیم یادداشت کنیم که ببینیم که اوضاع طور شده اما در دیدگاه اولری این قضیه نیست در دیدگاه اولری ما مکان رو فیکس میکنیم مکان فیکس میشه ثابت میشه و ما همه چیز رو بر حسب اون مکان میسنجی مثل چی؟ مثل یک دماسنج شما بیا بذار توی اتاق میخوای دما رو سنجش بکنی دیگه دیگه با ذرات هوا که حرکت نمی که مثلا این ذره الان کجاست اون ذره الان کجاست نه گفتم اینجا گذاشتم من مکانمو فیکس کردم گفتم این اتاق میخوام توش دما رو بسنجم نکته مهم من دیگه ذرات و مولکولای هوا نیستن کسی نمیاد بگه که مثلا توی اتاقی که دماش 23 درجه است 2000 تا مولکول داریم 5000 تا اینو داریم اونو داریم مثلا کسی به این چیزا کار نداره میگه دمای این اتاق 23 درجه است 24 درجه است 30 درجه است مکان رو ما فیکس کردیم اومدیم یک مکان فیکسی رو در نظر گرفتیم مکان رو فیکس کردیم و همه چی رو واسه اون مکان سنجیدیم یک مثال بهتر بخوام بزنم قبلش اینو بنویسم که پس ببینیم حالا ریاضی این حرفایی که من گفتم به این شکل میشه که در دیدگاه لاگرانجی معادلات ما به صورت f x حالا x y فرقی نمیکنه یا x y x y z پارامتر مکانی و تی سفره و در دیدگاه اولری یا بعضی جامعه میگن اویلری معادلات ما بر حسب اف ایکس و تی حالا میگم این ایکس میتونه دو بودی بشه ایکس و ایگرگ میتونه سه بودی بشه ایکس ایگرگ زد فرق نمی کنه. یه مثال دیگه هم بزنم مثال مثال قشنگیه یه مثال اصلا غیر مکانیکی ببینید شما فرض بکنید که با دوستان و رفقا داریم میریم سفر با ماشین ما داریم حرکت میکنیم مثلا از این نقطه که مثلا شهر آه میخوایم برسیم به شهر B از شهر آ میخوایم برسیم به شهر B خب حرکت میکنیم حرکت میکنیم اینجا واسیم چایی بخوریم باز دوباره حرکت حرکت اینجا مثلا دوباره واسیم چایی بخوریم دوباره حرکت حرکت رسیدیم به نقطه B ببین ما داریم حرکت میکنیم بعد موقعیت رو میسنجیم حالا اینجا واسیم خوبه اینجا وانستیم خوب نیست اونجا مثلا واسیم خوبه وانستیم ببین داریم با ذره حرکت میکنیم واقعا در مکانیک هم همینه شما با ذره داری حرکت میکنی با اون سیبه که داره میفته داری حرکت میکنی میگه کن اینجا الان اتفاق خاص نفر. اینجا مهمه مثلا شده ثانیه پنجم سیبه خورده به زمین متلاشی شده این مهمه اینجا رو من با نگاه میکنم مثلا اینجا مقاومت هوا بیشتر شده نگاه میکنم متوجه این یعنی شما با ذره حرکت کرد اما بخوام از دیدگاه اولری هم مثال بزنم اینی که شما در یک نقطه واسطادی و داری همه چیز رو زیر نظر میگیریم مثل چی مثل پلیس چهار پلیس چهار را راه مثلا راهنمای رانندگی میخواد خلافکارا را رو جریمه بکنه که نمی اون دنبال ماشین که مثلا ببینیم کدوم ماشینا کجا میرن نه یه گوشه وامیسه ماشینا از اینجاها رد میشن این با وسعت دیدی که داره مثلا نگاه میکنه به این ماشینا میگه باید تو مثلا تو داری خلاف میری آی مثلا تو داری کار غلطی رو انجام میدی یا تو داری درست میری یا هر چیزی پس یه گوشه وای میسته همه چی رو زیر نظر میگیره مثل همون دماسنجه دماسنجه ما یه گوشه یه اتاق میگیریم دما اتاق شد 23 درجه دما اتاق الان شد مثلا 25 درجه یه کاری به ذرات نداریم با ذرات حرکت نمی یک مکان رو ما فیکس کردیم خب ببینین گفتیم دیگه توصیف حرکت به صورت کلی به دو روش لاگرانج و اولر انجام میشه روش لاگرانج در مکانیک جامدات خیلی کاربرد داره و روش اولر هم در مکانیک سیالات معادلاتشون هم گفتیم یه بار دیگه میگم چون مهمه حالا من فعلا در فرض یک بودی میگم